فضیحت سبد کالا و جنگ گرگ ها در حکومت بحران زده آخوند ها و ناچار شدن آخوند روحانی به عذرخواهی. جنگ و جدال بر سر مصاحبه آخوند روحانی و پخش آن با تأخیر. معاون فرهنگی آخوند روحانی: تندروها در کار دولت سنگ اندازی می کنند. روزنامه حکومتی شرق: رئیس صدا و سیما حق ندارد برای رئیس جمهور تعیین تکلیف کند. حملات متقابل باند رقیب: مشاوران روحانی عملاً به کمتر از شوی تلویزیونی رضایت نمی دهند. تملق گویی بیش از حد و اندازه مجریان دل هر بیننده ای را می زد. تنگنای دیکتاتوری آخوندی در قبال نارضایتی و انزجار مردم به سطوح آمده و فضیحت سبد کالا که جنگ گرگ ها را نیز در درون رژیم دامن زده بود، آخوند روحانی را ناگزیر از معذرت خواهی تلویزیونی کرد. وی در مصاحبه خود با تلویزیون آخوندی که روز پنجشنبه پخش شد از جمله گفت: بنابراین اگر مردم به زحمت افتادن در زمینه سبد کالایی، من به عنوان رئیس جمهور از اونا عذرخواهی میکنم. کشمکش بر سر مصاحبه تلویزیونی آخوند روحانی و تأخیر در پخش آن نیز به نوبه خود جنگ و جدال باندهای رقیب را دامن زد و ابعاد دیگری از جنگ گرگ ها در حاکمیت بحران زده آخوندی را به نمایش گذاشت. مهره های باند رفسنجانی روحانی در رسانه های خود این موضوع را محکوم کردند. از طرف دیگر باند رقیب موضوع را به انتخاب مجری ربط داد و مدعی شد که صدا و سیما اختیار انتخاب مجریان برنامه ها را دارد، در حالی که دفتر آخوند روحانی قبلا مجری را انتخاب کرده بود. در همین رابطه زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای خامنه ای در نامه‌ای به شورای نظارت این سازمان خواستار تعیین تکلیف درباره انتخاب مجری توسط رؤسای قوا شد و به دنبال این ماجرا آخوند رئیسی معاون اول قضایی رژیم که از نفرات شورای نظارت است اعلام کرد در جلسه‌ای با شرکت نمایندگان هر سه قوه رژیم این موضوع بررسی خواهد شد. حسام الدین آشنا معاون فرهنگی آخوند روحانی در این باره گفت: تندروها در کار دولت سنگ اندازی می کنند. تأثیر آنها در حدی است که چهارشنبه شب موفق شدند گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهوری را یک ساعت و نیم به تأخیر بیاندازند. علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ارتجا نیز اظهار کرد: عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما برای در تنگنا قرار دادن دولت از سوی محافل خاصی تحت فشار است. مدیر روزنامه حکومتی شرق از باند رفسنجانی روحانی هم نوشت: رئیس صدا و سیما حق ندارد برای رئیس جمهوری تعیین تکلیف کند. از سوی دیگر رسانه های باند رقیب از جمله ارگان احمد توکلی از باند خامنه ای نوشتند: مشاوران روحانی نه تنها به چالشی نبودن گفتگوهای زنده رئیس جمهوری تن نمی دهند، بلکه عملا به کمتر از شوی تلویزیونی رضایت نمی دهند و آنچه که در ذوق می زند رفتار آماتور و نابلدی مشاورین رسانه رئیس جمهور است که با بلدم بلدم کردنهای بی حد و حصر در گفتگوهای پیشین با انتخاب مجریان و تعیین سوالات مسیر مصاحبه را به جایی رساندند که گاه تملق‌گویی بیش از حد و اندازه مجریان دل هر بیننده ای را می زد. همین مشاوران روی دست اطرافیان رئیس جمهور قبلی بلند شده و نه تنها خواستار تعیین سوالات که خواستار تعیین مجری هم شدند.